فیاض رحمان 14 ساله در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان زیر درمان است. این نوجوان چگونگی اصابت گلوله را در پایش در داخل مکتب چنین بازگو می کند. از سوی که برامدم می آمدم طرف دروازی مکتب که برم به خانه توجه فیش سرم. فیش مرا خورده افیدم. نفهمیدم که زده مرا اجازت. نفهمیدم که زده مرا. و با هم جسوف شدم بخواهد خیستم سکم دراسم طرف شفاخانه می آمدم. خودم فرموده ایچ تصورش را نمی کردم فیض رحمان در داخل مکتب مرمی خورده باشه خیلی یک حالت وحشتناک. خب حرکت کردیم آمدیم که یک وضعیتی است که نه مدیر سرمعلم هم اجازه نمیتن نه شاگرد در داخل مکتب و نه شاگرد بیرون مکتب. قسمت اساس پای یعنی نزدیک مفصل است که یکی از تلاشای ما است که مفصل خراب نشه یعنی قفل نمانه. در برخی از مکتب های پسرانه دانش آموزان تایید می کنند که نوجوانان هر گونه جنگ افزار، ابزار جارحه و مواد مخدر را به صنف ها می آورند و برخی از دانش آموزان دیگر را اذیت می کنند. خودمون چند بار با چشم دید خود دیدیم که میگه مدیر مکتب ما را چندین به خدا ببخشش الفاظ کرده چندین بار توسط شاگردای مکتب لطکوب شده. مکتب به عوض که ما به درس خواندن به بچه های هست که بدموشی هم میکنن و مواد نشاور استفاده میکنن ورود به سلاح داخل مکتب هم میکنن. به مکتب غلام نبی خان چرخی آمده ایم جایی که فیاض رحمان درس میخواند. نادیه نظری مدیر مکتب در تماس تلفنی میگوید که فیاض رحمان با یک دانش آموز دیگر زمانی که نگهبان این مکتب در اتاقش نبود به جنگ افزار او دست یافتن و اشتباهاً از نزدشان شلیک شد. امو تفنگ چرایز که بر یک محافظت این مکتب و جانش به پیش می باشه از طرف شو دیگه یه از پیش شاگرد آورده نشده. مکتب غلام نبی خان چرخی ویژه دختران است اما دانش آموزان پسر نیز در این مکتب درس می خوانند. از نگاه معلم این 48 معلم داریم 3000 شاگرد داریم بین میره توته توته کنین این معلم میره به کجا میرسه. پیش از این درباره انتقال جنگ افزارهای گوناگون، ابزارهای جارحه و مواد مخدر در داخل مکتب‌های پسرانه بارها گزارش‌های همگانی شدند اما با وجود تماس‌های مکرر وزارت معارف درباره برنامه این نهاد برای پیشگیری از این کارها چیزی نمی‌گوید.